سوال بعدی، با توجه به شکل زیر که غلظت یون هیدرونیوم در محلول 1 مولار رو نشون میده، واسه ببینم بچه ها یادتونه یه دونه فرمول معروف داشتیم هاش در اوهاش منفی میشد 10^-14. میگه این نمودارهایی که بچه ها به ما داده غلظت کی رو نشون میده؟ غلظت هاش مثبت رو داره نشون میده. حواستون باشه. خب غلظت هاش مثبت رو داره نشون میده این سه تا نموداری که مربوط به بی او هاش، ایکس او هاش و ایگ دیگه. اول اینا یه ترکیبه، اینا بازن دیگه که او هاش دارن. بچه اینا او هاشن، ایگرگ و هاش، ایکس و هاش، پس اینا باز هستن. ولی نمودارشون چه نموداری ها داره نشون میده؟ غلظت هاش، این داره غلظت هاش مثبت رو نشون میده. اینم هاش مثبته، اینم هاش مثبته. بذارید یه چیز دیگر رو بگم. بیاد اینجا بچه، جناب بی او هاش وقتی که غلظت هاش مثبتش 10^-12 منفی 11. خب 10^-11 بچه ها عددشو بچسبونید دیگه. پس یه سوال دارم سجاد. بله. الان هاش این 10^-11 اینجا رو اگه بذاریم 10^-11 اینم باید 10^-11 بچه ها 10^-11 ضرب در چه چیزی میشه 10^-14؟ پس این باید 10^-3 باشه. پس کنار این من بخوام یه نمودار رسم کنم باید بکشم ببرم بالا تا 10^-3. بیا ببریم بالا تا اینجا میبرم بالا. حله؟ حالا بریم بچه ها، دیگه تقریبی دارم میگم دیگه، میخوایم مقایسه کنیم به نقاشی من زیاد گیر نده تا کجا میکشم. 10^-. ببین ضرب این الان اوهاشش ها، این هاشش بود، این هم اوهاشش هستش. به به. خب واسه اینم بریم واسه ایکس اوهاش، هاششو که داریم میخوایم اوهاششو به دست بیاریم. هاشش تا چند رفته؟ 10^-13. پس هاشش 10^-13 باشه، اوهاشش میشه 10^-1، چون ضرب این دوتا باید بشه 10^-4. پس اوهاشو بکش تا 10^-1. خیلی بود. پس اینم میشه اوهاشش. بریم نفر بعدی. این آقا تا چند رفته؟ تا 10^-8. -8. اعداد یه خورد جا به جا بچه، من خودم نمیتونم درست تشخیص بدم. ادامه 10^-8 بذاریم اینجا رو، اون یکی میشه 10^-6. 10^-6. ببین تا 10^-6 میکشی بالا. پس اینم میشه اوهاش منفیه. بچه ها هاشاشو داده بود، من اوهاشاشو پیدا کردم. کار خاصی نکردم. چجوری پیدا کردم؟ از رابطه هاش در اوهاش میداد 10^-4. هاشا رو داشتیم، اوهاشا رو به دست آورده. سوالاشو ببینیم، ولش کن. کدوم باز میتونه در لوله باز کن استفاده بشه؟ چی توی لوله باز کن میشد استفاده بشه؟ چیش قوی تره؟ باز قوی تر. بچه کسی که باز قوی تری باشه میتونه توی لوله باز کن استفاده. بچه بازها اوهاش دارن، کسی که اوهاشش بیشتر باشه قوی تره. بگو قوی تره. باز قوی تریه. خب کدوم اوهاشش بیشتر؟ بین این نمودارهایی که ما اضافه کردیم این اوهاشش از همه بیشتر. پس جناب ایکس اوهاش میشه توی لوله بازکن ازش استفاده کرد. پیهاش کدوم باز در شرایط یکسان کوچیکتره؟ خوب دقت کن سجاد. بله. چی؟ ببین پیهاش کوچیکتر یعنی اسید قوی تر. بچه ها اسید قوی تر، کی اسید قوی تریه؟ کسی که هاش مثبت بیشتری داشته باشه. کدوم هاشه؟ اون نمودارهایی که خودش داده بود کی؟ ایگرگ و هاش. چون هاش بیشتری داره قطعا اسید قوی تریه. کسی هم که اسید قوی تریه پیهاشش میل میکنه به صفر، یعنی کوچیکتر میشه. بله بله. در شرایط یکسان رسانه الکتریکیه. بذار من اینجا رو پاک کنم، فضای خورده پاک نکنم، البته اینجا رو من پاک میکنم واسه اینکه قاطی نکنید انرژی ها نیفته. برو بریم بعد. در شرایط یکسان رسانه‌ای الکتریکی ایگرگ او هاش، بچه ها اینو میگه از نظر رسانه‌ای مقایسه کن با بی او هاش، نگه دارید. بچه ها قبول دارید این یه بازه؟ بله. این هم یک بازه. میگفتم سجا چی رسانه‌ای رو تعیین میکنه؟ مقدار یون. باریکشله اون یونی که تولید، هر کی یونه بیشتر. البته توی شرایط یکسان و گفته با اینا کار ندارم، هر کی یونه بیشتر تولید کنه رسانه. Trần Thiên Trần
Hoàng Thiên Bình, tên Đại Việt San, đợi hồ, nhà hồ theo giặc mây. Đền Đạo Rạo, đền Bằng Ngọc Rạo, ý nói trung điện đền lệ thật sang trọng. Nương tử dùng để chỉ người hoặc gọi phụ nữ một cách tôn kính. Đào Tào Nga, một cô gái đời Hán nhảy xuống sông vớt xác cha không được đã tự vẫn luôn. Khi xác nổi lên người ta thấy nàng ôm được thầy cha tinh vẻ, cô gái mua riêng để chết đuối